و با گزارشی از دنیای هنر برنامه را پی میگیریم نمایشگاهی با هدف مرور بر آثار نقاش فرانسوی گوستاف گیومه در موزه هنر و صنعت فرانسه برپا شده که به بهار عرب در الجزایر و بچه تشابه تاریخ فرهنگ و سیاست این کشور با فرانسه میپردازد گزارشی از ماندانا تدیون نمایشگاهی به نام الجزایر گوستاف گیومه از روز شنبه در موزه استخر در شمال فرانسه درهای خود را به روی علاقه گشود. گیومه هنرمند فرانسوی بود که در اواخر قرن 19 میلادی برای نقاشی هایی که از آفریقای جنوبی میکشید شهرت پیدا کرد. در کارهای گیومه فرای کمال هنریش نشانی آشکار صادقانه و ظریف از الجزایر در زمانی که مستمره فرانسه بوده وجود داره. اون به هیچ وش یوغ استعمار رو پنهان نمی کنه. امریک منجر به از هم پاشیدن سنت های الجزایر خودمختار و تراجدی های انسانی در دهه 1860 شد. ماری گوترون متصدی علمی نمایشگاه به نقاشی تحت عنوان قهدی در الجزایر اشاره می کند که مدتی ناپدید شده بود. در منبع آرشیف ها پیداش کردم و رد اون رو تا الجزیره گرفتم. در خزانه موزه کنستانتین در شرایط بدی یافتمش. در نتیجه همکاری سه موزه که همچنین در تدارکات مالی پروسه بازسازیش شریک شدن این امانتی الجزیره رو داریم. در کنار نقاشی های گیومه، آثار چند هنرمند مدرنیز در اینجا به نمایش درآمده. در واقع چهار نمایش به موازات یکدیگر که داستان مردم الجزایر را روایت می کنند. یکی از چهار نمایشگاه آثار عکاس الجزایری نعیم مرابط را در بردارد که زندگی مردم این کشور را مستند می کند. گیومه از خیلی جهاز شرگرا بود. تصویری که از الجزایر داشت فانتزی نبود. سبکش عکس ماننده و انگار تشنه این بوده که مردم این کشور را در زندگی روزمرهشون تصویر کنه. نایم میگوید دوی سال بعد او هم همین نیاز را در خود میبیند که واقعیت های کشورش را در تصویر ثبت کند. مسئولیتی که تاریخ و میراث مردم خود را زنده نگاه دارد. ماندانا تدیون صدای آمریکا.